سلام دوستان عزیز، به کانال ما خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوبه، خوب باشه. با یه ویدیوی دیگه در خدمتتون هستیم و دو اثر ملی شهر تبریز رو که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده رو خدمتتون معرفی میکنیم. اولین مکان تاریخی که امروز در شهر تبریز ازش بازدید کردیم خانه حیدرزاده هست. خانه حیدرزاده عمارت تاریخی هست که در منطقه مقصودیه شهر تبریز واقع شده و در سمت جنوب ساختمان شهرداری تبریز قرار دارد. هیچ سند تاریخی مبنی بر زمان احداث این خونه در دست نیست، ولی تحقیقاتی که انجام دادن نشون میده که این خونه در سال 1870 توسط حاجی حبیب لک ساخته شده و در سال 1378 در فهرست میراث ملی ایران قرار گرفته است. این خانه 900 متر مساحت دارد و دارای دو طبقه می باشد. دارای دو حیاط اندرونی و بیرونی که به وسیله خود عمارت از یکدیگر جدا شدند. در زیر زمین عمارت حیدرزاده حوضخانه‌ای قرار داره که به وسیله آجرها و طاق‌های رنگارنگ آراسته شده. دیگر بخش‌های این خانه به وسیله سالن به یکدیگر متصل شدند. پنجره های عمارت حیدرزاده چوبی با شیشه های رنگارنگ، آثار آجری و نقاشی ها آراسته شده است. این خانه همکنون به عنوان مرکز اطلاع رسانی گردشگری استان آذربایجان شرقی و تبریز استفاده میشه. Thank you.
کاخ شهرداری یا برج ساعت تبریز از بناهای مهم و تاریخی این شهر هست که ساخت اون از سال 1314 تا سال 1318 خورشیدی در محل گورستان متروک و مخروبه کوی نوبر با نظارت مهندسان آلمانی و در زمان ریاست شهرداری ارفع‌الملک جلیلی و با بودجه معادل 2,500,000 ریال انجام شده است. این اثر تاریخی در سال 1377 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. کاخ شهرداری در سال 1318 مورد بهره برداری قرار گرفته و در حال حاضر به عنوان موزه شهر در ساختمان شهرداری مورد استفاده قرار می گیرد. کاخ شهرداری در مرکزی ترین نقطه شهر تبریز و در میدان شهرداری یا همون ساعت این شهر واقع است. این بنا مساحتی نزدیک به 9600 متر مربع و به زیربنای 6500 متر مربع دارد که در 3 طبقه ساخته شده است. کاخ شهرداری دارای یک برج ساعت 4 صفحه‌ای به ارتفاع 3.5 متر می باشد. نمای بیرونی بنای کاخ شهرداری از سنگ تراشیده شده و نقشه ساختمان شبیه به طرح یک عقاب در حال پرواز می باشد که با نمونه ساختمان‌های کشور آلمان پیش از جنگ جهانی دوم مشابهت دارد.
دوستان عزیز، امیدوارم از دیدن تصاویر این ویدیو لذت برده باشین و براتون قابل استفاده باشه. تا سفرهای آینده، با امید دیدار.